شوهرم با اینکه 5 سال رزمنده است عضو لشکر فاطمیونه، ولی دخترم با اینکه 6 سال مدرسه ثبت نام نکردن، امسان بردن نیش مدرسه، گفتن چون به درش ادباس باید منتظر بخشنامه بشه. بهشون میگم بخشنامه بیاد جای مدرسه پر میشه، میگه این مشکل خودته باید بری. با اینکه من خودم بهش گفتم من خودم ایرانی هم، شوهرم 5 سال مدافع حرمه، یعنی این حقو نداره حتی بچهش مدرسه عادی ثبت نام کنه. گفت خانم برو مشکل رو حل کن بیا. حتی بچه‌مو اسمشون ننوشت، پیش ثبت نامش هم نکرد و گفت برو هر هفته سر بزن، هر وقت بخشنامه اومد بچه‌ت رو ثبت نام می‌کنی. من بهش گفتم من مشکل هم این نیست که بخشنامه منتظر بخشنامه میشم، ولی شما فقط به من بگو که جای مدرسه پر نمیشه، ظرفیت مدرسه میمونه، من نیام بهم بگی مدرسه پر شده. مگر اینکه خانم من که نمیتونم برای بچه تو جا نگه دارم، بعد اون دیگه مشکل خودت هم. یعنی اون روز حال منو انقدر مدرسه بد کرد، تو راه که داشتم میومدم اصلا نمیدونستم کیم، از کجا دارم میام، به کجا دارم میرم. باور کنی یکی دست کرده تو گوش کیفم، گوشیمو برداشت، خبر نشدم. رفتم دیدم اصلا گوشیم نیست، مدارکمو نصفش تو مدرسه جا گذاشته بودم، انقدر که حالم بد بود. بعد من حالا از طرف فاطمیون لشکر مدافعین حرم پیگیری کردم، به زور تونستم دخترمو پیش ثبت نام کنم، فقط اسمشو توی کاغذ نوشت. گفت حالا همونم نمی نوشت برام و گفت که برو حالا مثلا بخشنامه اومد، حالا جا نگه داشتیم برای دختر، چون از برادر شهید مدافع حرم آقای بروجردی تماس گرفتم با مدرسه، بعد گفتن که اسمشون نوشتیم بعد، ولی هر وقت بخشنامه اومد مثلا بیان ثبت نام کنن. بعد دختر منم ژیمناستیک میرفت، به خود 8 ماه دویدم فقط بیمه ورزشیش کنم. بعد اینکه بیمه ورزشیش کردم، یک هفته بعدش رفت مسابقه، من مدال طلا آورد، ولی 8 ماه فقط طول کشید من اینو بیمه ورزشیش کنم. بعد دیگه هم بعد این کردم، من شوهرم که مدافع حرمه، بازم اینا مثلا مشکل بانکی دارن، مثلا اکبا حتی به براشون حساب بانکی باز نمی کنن، کارت نمیدن. تنها کارتی که الان شوهر من داره همونی که سپاه بهش داده، یه بانک انصار حساب براشون باز کرده. مثلا به من گفت نازنین من 15 تا بانکی رفتم، هیچکی حاضر نشد برام حساب باز کنه. یکی میگفت حساب باز میکنم کارت نمیدم، یکی میگفت کارت میدم همراه بانک نمیدم. آخرش به زور تونسته بود از بانک پاسارگاد مثلا حساب باز کنه. بعد من الان مثلا شوهرم حتی افغانستانم دیگه نمیتونه بره، چون اگه طالبان بفهمن این مدافع حرم بوده، فاطمی بوده، از نوزادشون تا جدشون همه رو سر میبرن. درسم تا 5 خوندم نهضت. من 3 سالم بوده که پدرم ما رو رها کرده رفته، حتی ازش یه عکس هم ندارم. گواهی بیمارستانم که اشتباه، خودم هیچ اقدامی نکردم تا الان. مامانم تونسته طلاق غیابی بگیره، عقدش هم شرعیه. بخوام الان گواهی بیمارستانم رو درست کنم حداقل از طریق دادگاه 6-7 ماه طول میکشه، که اونم میترسم زمانی که بهمون دادین عقدنامه شرعی از دست بدیم. تحصیل درستابی هم نکردم، چند سالم کار کردم، بیمه نداشتم، 5 خواهر برادرین، 3 تاشون دارن، ما یه خواهر کوچیکتر از خودم هم دارم، متولد 73، اونم همین مشکلات داره، تا حالا اقدام نکردیم. در ابتدا به نمایندگی از تمامی مادران این سرزمین، از رئیس جمهور محترم و کابینه ایشون و به خصوص از آقای دکتر میدری بزرگوار تشکر میکنم، به خاطر توجهشون به حق تابعیت از مادر به فرزند و احقاق این حق واقعا کمال تشکر رو داریم. همسر من تبع اسپانیا هستن. همسر من بالاترین مدارج علمی رو توی ایران دارن، که به تازگی هم تونستن اقامت بعد از 7 سال زندگی توی ایران و علت سختی های فراوان اقامت ویژه نخبگان رو دریافت کنن. اما منم مثل دوستم میخواستم به این خانم ها بگم که همسرشون افغان هستن، میخواستم بگم وضعیت ما هم با شما اصلا هیچ فرقی نمی کنه. همسر من وقتی مدرک پزشکشون رو توی وزارت بهداشت میخواستن ارزشیابی کنن، اون آقایی که اونجا کارمند بودن، حتی معاون آقای وزیر دستور داده بودن که کارشون رو انجام بدن، ولی ایشون انجام نمیدادن و به من خیلی راحت به من گفتن شما از ایران برید، برای چی اینجا موندین؟
و طوری با من صحبت میکردن مثل اینکه من اینجا هیچ حقی ندارم، در حالی که تمام ما وقتی میخوایم ازدواج بکنیم مجبور هستیم که از دولت ایران اجازه بگیریم، و بعد خیلی از ماها هم حتی از وزارت اطلاعات چندین بار میان با ما مصاحبه های خیلی سخت میکنن و ما همینطوری اجازه نداریم ازدواج بکنیم. اما وقتی پای این چیزا در میون میاد ما اینجا هیچ حقی نداریم. من تمام این 7 سال رو مثل یه مهاجر تو ایران زندگی کردم، هیچ حقی نداشتم، در حالی که وقتی یک آقای ایرانی با یه خانم خارجی ازدواج میکنه، اون خانم خارجی میاد اینجا به راحتی شناسنامه ایران رو میگیره و از تمام حق و حقوقی که اینجا یه ایرانی داره برخوردار میشه. من دوستای زیادی دارم خانمای خارجی که اینجا زندگی میکنن مثل یه ایرانی به راحتی، و حقشون از من ایرانی اینجا بیشتر بود چون من همسرم خارجی بود. من حتی بیمه به راحتی نمیتونستم داشته باشم چون همسرم بعد پروانه کار میگرفت، اقامت میگرفت و بعد بر اساس اون بیمه میگرفتیم و من هم وابسته به اون بودم. من درگیر سرطان شدم و 1 سال شیمی درمانی میکردم بدون بیمه به خاطر همسرم، و انقدر این فشارها زیاد بود اینجا تو به من فشارهای زیادی وارد شد که من خودم که درگیر سرطان شدم، بعد از من همسرم هم درگیر سرطان شدن. من شرط ازدواجم این بود که من نمیخوام از ایران برم، نمیخوام مهاجرت کنم. اگه میخواستم برم، خب تحصیلات عالیه داشتم توی خانواده‌ای که فرهنگی بودن و با بورسیه تحصیلی هم داشتم خارج از ایران، ولی هیچ وقت دلم نمیخواسته حتی برای تحصیل یعنی بخوام از ایران برم. وقتی با همسرم ازدواج کردم، شرط ازدواجم این بود که اگه یه وقتی اومدی، حالا مسلمون شده بود، شرایط تو ایران اونجوری که فکر میکردی تصور داری از یه جامعه اسلامی نبود، به من نگی که بیا بریم ایرلند زندگی کنیم. من نمیخوام بیام ایرلند زندگی کنم. اصلا شاید آدم دوست داشته باشه بره کشور دیگر ببینه، ولی هیچ وقت آرزو این که در یه کشوری غیر از ایران زندگی کنم رو نداشتم، با اینکه امکانش برام بوده. ما ازدواج کردیم، ازدواجمون خیلی سخت بود و همین بی‌حرمتی‌هایی که به خانم‌های همسر افغانی میشه توی پلیس اطباء به ما هم شده. نمیگم چی، نمیخوام راجبش صحبت کنم، اصلا نمیتونم راجبش صحبت کنم، ولی به خاطر همین مشکلاتی که برای این خانم ها پیش اومده، من 3 سال ازدواج کردم و با همسرم تصمیم گرفتیم که بچه دار نشیم، برای خاطر اینکه کشور ایرلند هم منو ریجکت کرده. یعنی ما دوستان دیگه ای داریم که سفارت واقعی داره کشورهای اروپایی توی ایران، مثل سفارت فرانسه، مثل سفارت آلمان. وقتی که مشکلی ندارن، وقتی بچه‌شون به دنیا میاد میرن تو سفارت، یه پاسپورت و شناسنامه آلمانی یا فرانسوی برای بچه‌شون میگیرن بدون اینکه نیاز باشه مراجعه کنن به اون کشور. ولی کشور ایرلند منو ریجکت کرد، و بعد از اینکه من ریجکت شدم، حالا به دلایلی که برای ما خودمونم مشخص نیست، شاید به خاطر اینکه حالا ایشون مسلمان شده یا هر چی که دلیلش برامون نامعلومه، من تصمیم گرفتم که بچه دار نشم، برای اینکه دیده بودم با این خانم ما چه جور رفتار میشه. یکی از دوستانمونم که فرانسویه و 3 تا بچه داره، فقط به یکی از بچه‌هاش شناسنامه دادن. آه دوتا، ما بچه‌هامون هیچی نمیخوان، فقط هویت ایرانی میخوان، هیچی نمیخوان. من بچه‌ام وقتی میره مدرسه کلاس اول هستش، میان میگن اطفا این ور وایستن، شما این ور وایستید. بچه من اصلا نمیدونه اطفا یعنی چی، اصلا نمیتونه درک کنه این چیزها رو. به خدا من هیچ تحصیلاتی از ایران نمیخوام بجز هویت وطنم، دوست دارم این هویت به بچه‌م برسه. از ورامین اومدم، در مورد دخترم امروز میخوام صحبت کنم. یه دختر 6 ساله که میخواد بره مدرسه درس بخونه، اجازه بهش نمیدن. چرا؟ کارت ملی نداره. این دختر شناسنامه نداره. آیا میخوام بدونم دختری که بخواد 18 سال بشه بره کشور دیگه شناسنامه بگه یا مدارک بگه، بدون پدر مادر میتونه زندگی کنه؟ ما در مورد دین داریم صحبت میکنیم، ما شیعه هستیم، مسلمونیم. میشه دخترمون بره تو کشور خارجی زندگی کنه بدون پدر مادرش؟ شوهر من الان 3 نسل پدر مادرش و پدر بزرگش تو ایرانه. هنوز شوهر من هیچ مدرکی نداره. نمیتونه راحت زندگی کنه، دخترش هم مثل خودش. خب واقعا من تشکر میکنم از حضورتون، سپاسگزارم. من خیلی وقت بود میخواستم که این جلسه رو تشکیل بدیم و امروز این فرصت پیش اومد. من حتما جنبندی شما رو هم خودم 6 دفعه یادداشت کردم، هم ضبط شده پیاده خواهیم کرد، به استعزار رئیس جمهور و معاون محترم اول، وزرای محترم کشور خارجه و رفاه خواهم رسوند، دستگاهایی که ارتباط بیشتری دارن. اونها هم بدون واسطه حالا
زبان چهره شما ولی به زبان گفتار شما رو مشاهده خواهند کرد که انشاءالله بتونه اونها هم تو جریان قرار بگیرن. من تشکرم میکنم از همکاران، اونم با دلسوزی اینو تو دولت دنبال کردم. من آقای شریعت وزیر محترم رفاه بسیار جدی تو جلسه‌ای که آیین نامه مطرح شد جز و فز کرد، حتی چه میدونیم تعبیر حالا به کار میبریم با خیلی با حرارت و اینا که این موضوع سرمنزل مقصود برسه. مطمئنم آقای دکتر ظریف، آقای دکتر رحمانی فضلی همه با اعتقاد اینو دنبال کردن. این شاید بیان من از این روند این بود که اول به این مسئله پاسخ بدم که رفتار یه تعداد آدم هیچ سیاست جمهوری اسلامی ایران نیست و اینکه برچسب میگید من اینو کتمان نمی‌کنم. این برچسب زنی وجود داره، کارهای حرفای غیر اخلاقی که ناشی از به هر حال ممکنه فرهنگ فردی افراد باشه اینو وجود داره و من به عنوان دستیار رئیس جمهور این جلسه رو گذاشتم. معذرت میخوام، من واقعا معذرت میخوام اگر کسی همچی بحثی رو به یک زن ایرانی که به هر حال ازدواج کرده حق طبیعیش بوده، یکی از خواهران من در این جلسه گفت من عاشق شدم ازدواج کردم، من اینو خیلی نوشتم راجبش یاد داشت حتما بنویسم، من عاشق شده ازدواج کردم، چقدر مقدسه، چقدر خوبه، به هر حال اعتقادش بوده، میگه اگه یه بار دیگه هم قرار بود مجرد بودم ازدواج کنم بازم با همین عشق خودم ازدواج میکردم. به هر حال اینا رفتار فردی بوده، سیاست نیست، یعنی نه نظر مقام معظم رهبری اینه نه نظر دولت و سیاست گذارا اینه. ما خودم به هر حال چون به هر حال هم فرهنگ های افغانستانی من بیشتر اسمشون مطرح شد، من با اشعار نوع افغانستان هم حال میکنم، نگاه میکنم، اخیراً هم فیلم های سینماییشون هم بد نیست، اخیراً قبلا فیلم های ایرانی زیاد میذاشتن، الان تولید هم دارن میکنن، نه ما با ادبیاتشون، با موسیقیشون، با اشعارشون ما یک فرهنگ هستیم و اصلا تفکیک هم قائل نیستیم و اینو بدونید این سیاست دولت نیست و نظر هیچ سیاستگذاری نیست، هیچ فرهیخته‌ای نیست، ولی قبول بکنید نسبت به ممکنه زبانهای و لهجه های داخلی در خود ایران هم گاهی این توهین ها صورت میگیره. این هم دیدید دیگه تو جوک درست میکنن، خود اینا نوعی مسائل حساسیت های فرهنگی بی خود هست که برمان خب ایجاد میشه و حرفش زده میشه. بنابراین من اول میخواستم این موضوع رو باز بکنم که بنای جمهوری اسلامی ایران، بنای دولت، دیدگاه رهبری و همه اونایی که دستند کنه و قالب و قاطبه روشنفکران ایرانی و خود ایرانی ها همچه دیدگاهی ندارن. این کار شما هم به هر حال حق طبیعیتون بوده، کار ارزشمندی هم هست، هر کسی حق انتخاب همسر چیزی که خدا در فطرت انسان به حق اولیه که در انسان ها قرار داده که بتونن خودشون انتخاب بکنن و این کارتون هم به هر حال یک امر شخصی و اتفاقا خیلی به تعبیر حال آقای دکتر میدری تعبیری هم که به کار بردن بسیار میتونه کمک هم بکنه و همبستگی های بیشتر منطقه‌ای ما میتونه کمک زیادی هم حتی بکنه به هر حال نزدیکی بیشتر فرهنگ ها، کاستن از حساسیت فرهنگی فرهنگ ها میتونه کمک بکنه. ما حداقل در مورد عزیزان افغانستانیمون فکر میکنم در سیاست گذاری در این 7 سالی که من در 7 سال نزدیک 8 سالی که در عرصه سیاست گذاری بودم شاهد بودم، چه ما در حوزه بهداشت و سلامت، در حوزه آموزش پرورش، آموزش عالی، در حوزه اشتغال، به اعتقاد من سیاست گذاری هایی که ما کردیم سیاست گذاری های تسهیلگر بوده و مخالف با تبعیض بوده. تمام تلاش خودمون کردیم. ما امروز 505 تقریبا 477953 نفر از عزیزان افغانستانی در مدارس ما هستند و 505000 خورده ای هم با سایر ملیت ها
بچه‌هاشون هستن الان بس بیش از 505,000 نفر الان در مدارس ما هستن که رقم بزرگش عزیزان افغانستانی هستن. ما 400 نفر نخبه هر سال دارن میان، ولی تعجب کردم الان گفتن نمیتونن تو نخبگان بره، معلومه سلیقه داره عمل میکنه. الان آماری که ما گرفتیم هر سال 400 تا نخبه در حقیقت در انتخاب میشن تو مدارس ویژه ما، دارن وارد میشن. مدارسمون رو جدا نکردیم، ما ترکیبی کردیم، این سیاست درستی بود و کمک میکنه به این که بچه هم یاد بگیره که با افرادی که حالا پدرشون از ملیت‌های مختلف با هم میشینن پشت یه نیمکت میشینن، هیچگاه ما به سمت مدارس جدا کردن و تبعیض‌آمیز نرفتیم در این زمینه. خب این به نظر من اقدامات قابل توجهی بوده. تقریبا اون چی که من اطلاع دارم الان، حتی در بخش آموزش فنی حرفه‌ای هم 16,000 نفر الان هر سال دارن آموزش فنی حرفه‌ای می‌بینن. 563 دانشجوی در وزارت بهداشت داریم الان، ما تو حوزه وزارت بهداشت داریم دانشجویانی که دارن تحصیلات رشته‌های مختلف پزشکی رو دارن انجام میدن. 22,305 نفر در وزارت علوم داریم، در رشته‌های غیر پزشکی داریم. من فقط خواستم بگم اینا وظیفه اخلاقی بوده، یعنی وظیفه هممون بوده باید انجام میدادیم، ولی متاسفانه 4 تا کار سلیقه‌ای و یا نداشتن قانون این به اصطلاح ذهنیت ایجاد کرده بود که حالا الحمدلله با این قانون خیلی از موانع حقوقی و قانونی هم داره برطرف میشه. ما حداقل در مورد عزیزان افغانستانی شاید مثلا 1,000,000 با اجازه اومدن، بیش از 2.5 میلیون هم هستن و ما تو کرونا تصمیم گرفتیم که به هیچ وجه تعویضی قائل نشیم. مثل ایرانی ها هر کی مراجعه میکنه، باز عزیزان اتباع سایر کشورها که اینجا هستن و وطن دوم خودشون است و حتی تبدیل به وطن اول خودشون شده حتی در بسیاری از موارد، اونا هم بتونن استفاده بکنن. حتی تو پوششی که حالا عدد معلولای بهزیستی سی ما داره، من فکر میکنم حالا این عدد بیشتر شده باشه. این عدد من مال 2 سال قبله، آمار از ذهنم دارم میگم، عدد مال 2 سال قبله. ما نزدیک 1,200 نفر فقط بهزیستی سی ما پوشش معلولان رو داشت در این زمینه ها. من هدفم این اون بحث بچه هایی که از مادر هویت بگیرن، من به نظر من اولا درسته یک رسالتی بود در قبال بچه هایی که دنیا آمدن، وظیفه‌مون در قبال بچه ها بود، یعنی چند هدف توش بود. این بچه ها به دنیا آمدن، تو این آب و خاک دارن رشد میکنن، ما وظیفه داشتیم در قبال اینها، در مورد آینده اینها، آینده اینا هرچی درخشانتر بشه ایران درخشانتر میشه. یک خروجی دیگه‌اش احترام به زن ایرانی بود، احترام به هویت زن ایرانی بود، احترام به اینکه ما سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی نداریم. در این جلسه من فکر کنم 2 تا خبر خوب داریم. اول اینکه بچه‌های مادران ایرانی که در ایران نیستن ولی با همسران غیر ایرانی ازدواج کردن، از 3 هفته دیگه همکار عزیز من جناب آقای رضوانی فرمودن که از 3 هفته دیگه کنسولگری های ما آماده هستن. خب این خبر خوبی هست. ای کاش یه دفعه من یاد مریم میرزاخانی هم افتادم، ای کاش مریم هم بود برای بچهش میتونستیم شناسنامه بدیم. به هر حال افرادی هستن در زنان ایرانی که در خارج هم هستن، اونا هم به حقوق خودشون دلشون میخواد بچه هاشون رو با فرهنگ خود ما بزرگ بکنن. باز تصمیم دیگر ما این بود که باز با نظر گشاده دستی که همکاران من گفتن، گفتن خودتون نماینده بدید از ما پیگیری کنه، کسی رو بذارید که در حقیقت ناظر ما بشه کارا رو پیگیری کنه. این خیلی پیشنهاد خوبی بود. حالا چه میتونه تو قالب سازمان‌های مردم نهاد صورت بگیره، چه تو قالب اینکه 2 نفر 3 نفر که توی شهرها فعالتر هستن میتونه این صورت بگیره. اینم تصمیم خوبی بود که گرفته شد. یه مرکز مشاوره رو داشتیم، اینو بیشتر اطلاع رسانی خواهیم کرد. این مرکز مشاوره به از مشاوره به شکایات هم میتونه تکمیل بشه. کسی بگه من رفتم فلان دستگاه،
کار من درست دنبال نکردن. این هم حالا همکاران ما تو وزارت کشور اعلام هم کردن، شماره رو یا سایت رو اعلام کردن، میتونیم مجدد اطلاع رسانی بکنیم. من یادداشت کرده بودم جزء جنبندیامو که اشکالات متصور آیین نامه رو صحبت بکنیم که الان ظاهرا هیچ اشکالی، حداقل اشکالاتی که شما گرفتید وارد نبود در این آیین نامه. اگر باز اشکالاتی باشه باز دوستان ما میتونن بگن آقای محمودی اگر واقعا رسیدن به اشکالی چیزی رسیدن ما رو تو جریان بذارن، باز ما میتونیم چرخه رو در دولت باز فعال بکنیم. ولی من جنبندم نوشته بودم خب فعلا همچه مشکلی الان وجود نداره.